اوس په قطر کې د افغانستان محترم سفیر هاغلی خالد احمد ذکریا صاحب ته بلنه ورکړو چې سټیج ته راشي او خپله وینا واوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت مآب دکتر سمجدی سفیر کبیر افغانستان مقیم ابودابی، جناب محترم عاطف ملصب جناب قنصل افغانستان مقیم دبی، میمانان گران قدر، خانم ها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما به نمایندگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم دوحه قطر 41 سالگرد روز ملی امارات متحده عربی را که توسط افغانهای مقیم امارات از او تجلیل به عمل آمدم، برای همه شما از صمیم قلب تبریک عرض میکنم. همچنان از برادر نهایت مهربان و مبتکر آقای اجمل خان زازای که افتخار آشنایی از اینا را در چند روز اخیر حاصل کردم، در راستای تهیه و تنظیم این محفل زحمات زیاد را به خرج دارند، اظهار امتنان و سپاسگزاری میکنم. با نظر داشت از این که الحال افغانستان عزیز ما شما در یک مقطع بسیار حساس تاریخ خود قرار دارد، به نظر ما تداوم مساعدت ها و همکاری های کشور امارات متحده و کشورهای خلیج آیه زمیت بسیار فراوان محسوب میشه. بناهن تدویر همچون محافل در راستای اشاعه اهداف و پیرامون ملت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تحکیم گسترش روابط دو جانبه میان افغانستان و کشورهای میزبان خیلی حیاتی است. افزون بر این ما میتونیم که با همچون نشستایی که داریم یک تصویر بسیار مثبت و یک تصویر واقعی از افغانستان و تمام اتباع این کشورها ارائه کنیم. افغانستان یک کشور تجزیه ناپذیر است. افغانستان یک کشور صلح دوست است. افغانستان همواره به ضد دهشت افغانی و تروریسم جنگیده. افغانستان همیشه در مقطع جهاد و مقاومت مقدس خود از اسلام مقدس دفاع کرده. ایست هویت والای اسلامی و افغانی افغانستان و ملت افغان. یک بار دیگر باز هم از یک ابتکار عمل زازایسن و اندرکاران این محفل اظهار امتنان و سپاسگزاری میکنم و از خداوند متعال میخواهیم که در نشست بعدی ما و شما دارای دستاوردهای بزرگتر باشیم. زنده باد افغانستان تجزیه ناپذیر، زنده باد ملت غیور و مسلمان افغانستان که نمونه برجسته به تمام دول اسلامی است. از شجاعت ما، از جهاد ما، از ابتکار عمل ما و از تمام کاری که ما در شما امروز اینجا انجام دادیم، کارگرای ما شما قانونمندترین، هدفمندترین و پرکارترین کارمندهای دنیا هستند در این نمیشه. بازم بسیار تشکر. خدمت که سمرا پا ما پرده چه سر پریور کم نور به سمرا باقی شما. من به افغانستان جلالت مآب سفیر سیب تا داد ورکرو چه افغانستان دو میلیونونو شهیدان و خوبینو ساتل شوه ده، افغانستان با جوانده وی، افغانستان با یو وی، او دیر دا افغانستان دشمنان به دارمان دزن سر گور تا یوسی چه افغانستان کم اولاد خدای نخواسته تقسیم شی. اوس با
په متحده عربی اماراتو کې خپل جلالت مآب سفیر صاحب هاغلی ډاکټر نجیب الله مجددی ته بلنه ورکړم. د بلنې نه مخکې به ورته ووایم چې سفیر صاحب په خپله وینا کې یو پیغور موږ اماراتي مقیمو افغانانو ته راکړ چې موږ په دې تیرو څلوېښتو کالو کې به دې نه توانېدلي چې یو ښوونځی دلته افغانانو ته جوړ کړو. موږ د افغانستان د سفارتونو ټولې هڅې ستایو. توقع مو دا ده چې موږ په دې قانع نه یو چې دا کوم پیشرفتونه تر ننه پورې شوي دي. موږ د دې نه ډېر کار کولی شو، موږ د دې نه په ښه شکل کولی شو. ډېره انرژي مصرف کړې ده، ډېره خواري م کړې ده، او اوس لږ وخت پاتې دی انشاءالله چې زموږ افغانان دلته خپلو ارمانونو ته ورسېږي. هغلی سفیر صاحب ته بلنه ورکوم په ډېر عذر باندې چې سټیج ته راشي او تاسو ته خپله عالمانه وینا واوروي. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. جران ورونو جران مشرانو جناب السفير صاحب زكريا عاطف مل صاحب او طول ورونو او هندو چدل تراغلي ده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونه ډیر ښه خبرې وشو دلته، او یو خوا خو په دې خوشحاله یم چې په هر ژبه خبرې وشو، پښتو کې، فارسی کې، او په عربي کې، او په انګلیش کې. دا هم د افغانانو هغه استعداد دی که الحمدلله په هر ژبه کولی شي چې خبرې وکړي. او ډیر خوش